نام و یاد خدا و عرض تبریک هفته سلامت به همه همکاران ارجمندم در سراسر کشور که توانستند با همدلی و وفاق ملی و تلاش شبانه روزی در مدیریت بیماری کرونا گام‌های بسیار بزرگی را بردارند. شعاری که امسال با همفکری همکارانمون برگزیدیم برای هفته سلامت، حمایت همگانی از مدافعان سلامت هست. گرچه در شعار سازمان جهانی بهداشت امسال رو سال حمایت از پرستاران و ماماها نام گذاشتن، ولی ما به دلیل همکاری تنگ و تنگ همه همکارانمون در حوزه سلامت این رو به عنوان سال حمایت از مدافعان سلامت نامیدیم. در روزهای مختلف به دلیل نقش پررنگ همه عزیزان ما مناسبت‌های مختلفی رو اعلام کردیم. امروز به عنوان اولین روز برای بهورزان، مراقبین سلامت و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا با نقش بسیار ارزنده‌ای که داشتند در پیشگیری بیماری و کاهش فشار در بیمارستان‌ها و بخش‌های درمانی ما با نقش پررنگشون در بسیج ملی مبارزه با کرونا. روز دوم یعنی سه‌شنبه روز دوی دو رو به عنوان روز پزشکان، پرستاران، ماماها، متخصصین علوم آزمایشگاهی و کل خانواده سلامت در بخش تشخیص و درمان در مقابله با کرونا برگزیدیم. روز سوم یعنی چهارشنبه رو به عنوان روز آموزش، پژوهش، فناوری و تولید ملی در مقابله با کرونا با نقش ارزنده‌ای که تحقیقات سنگین ما در عرصه ملی داره دنبال میشه برای راهکارهای درمانی، تشخیصی و موارد دیگری که شرکت‌های دانش‌بنیان در امر تولید دارن دنبال میکنن. روز چهارم به عنوان روز هماهنگی و همکاری بین بخشی در مقابله با کرونا نامگذاری شده به دلیل همکاری بسیار صمیمانه در دستگاه‌های دولتی که در کنار ما بودند، در دستگاه‌های بیرون از دولت مثل بسیج، سپاه، نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین شرکت‌های خصوصی، بخش‌های غیر دولتی که همکاری کردند با مجموعه نظام سلامت. روز بعدش رو به عنوان روز روحانیون، نهادهای دینی و همدلی مؤمنانه در مقابل با کرونا نامگذاری کردیم با نقش بسیار تأثیرگذاری که روحانیون عزیز در مساجد با تعطیلی نمازهای جمعه و جماعت در اقصانقاط کشور کمک کردند به همکاران ما در نظام سلامت و برای تبیین راهکارهایی که ما بتونیم پیشگیری کنیم از بیماری کرونا و نقش بسیار پررنگ اون عزیزان به همین نام نامگذاری شده. روز بعد به عنوان روز مردم، همیاران سلامت و مشارکت اجتماعی در مقابله با کرونا نامگذاری شده که اون هم به دلیل نقش بسیار اثرگذار مردم عزیز ما در همراهی با نظام سلامت و کادر بهداشت و درمان، با ماندن در خانه، با رعایت اصول بهداشتی که امیدوارم این اصول رو همواره ادامه بدن تا بتوانیم دستاوردهای بیشتری رو در عرصه سلامت برای مبارزه با این بیماری داشته باشیم. و روز آخر رو به عنوان روز رسانه‌ها و کرونا نامگذاری کردیم به دلیل نقش بسیار بسیار پررنگ و تأثیرگذار رسانه‌ها، به خصوص رسانه ملی که در کنار ما بود در تمام دقایق و شبکه‌های اجتماعی و بقیه عزیزانی که در این راه با ما همراهی کردند. امیدوارم که با یک همدلی، با یک وفاق بیشتر بتونیم در آینده نزدیک گام‌های مؤثرتری رو در مهار و کنترل بیماری کرونا با هم برداریم ان شاء الله. متحر صفا می بخشه.